کارمند سابق اداره املاک بنیاد مستضعفان ایلام که با همکارانش دچار اختلاف شده بود، با ورود به این اداره آنها را به گروگان گرفت و پس از تیراندازی و انفجار نانجک موجب مرگ 4 نفر شد و به زندگی خود نیز پایان داد. این مرد که مدت‌ها در اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ایلام کار می‌کرد، به دنبال اختلاف و همکارانش از این موضوع ناراحت شده بود. به دنبال فرصتی برای انتقام گیری از همکارانش نیز بود. این مرد از مدتی قبل یک اسلحه کلاشینکوف و چند نارنجک جنگی تهیه کرده بود و نقشه کشید تا همکاران سابقش را به گروگان بگیرد. ساعت 9 صبح دیروز چهارشنبه، این مرد پس از اینکه بار دیگر نقشه ای را که کشیده بود مرور کرد، خود را به محل کار سابقش در خیابان خواستاران ایلام رساند. او در حالی که اسلحه و نارنجک‌ها را در یک کیسه برنز مخفی کرده بود، از در ورودی اداره گذشت و وارد آنجا شد. همکارانش با دیدن او تعجب کردند و نمی‌دانستند برای چه کاری دوباره به اداره املاک آمده است. چند لحظه از ورود این مرد نگذشته بود که ناگهان اسلحه را از کیسه برنز بیرون کشید. او اسلحه را مسلح کرد و به طرف کارمندان گرفت و شروع به تهدید کرد. او برای ترساندن کارمندان چند گلوله شلیک کرد و همه آنها را وادار کرد که به طبقه دوم ساختمان بروند. همه از صحنه که شاهدش بودند شوکه شده بودند. مرد خشمگین فریاد می‌زد و همکاران سابقش را تهدید می‌کرد تا اینکه یک بار به صورت رگباری شروع به تیراندازی کرد. در ادامه یکی از نارنجک‌ها را که در اختیار داشت در آنجا منفجر کرد. این حادثه در شرایطی رقم خورد که ماموران یگانه ویژه و نیروهای رهایی گروگان پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رسانده و آنجا را محاصره کرده بودند. بعد از تیراندازی و انفجار نارنجک، سکوت عجیبی در ساختمان محل حادثه حکم فرما شد و به درستی معلوم نبود که در آنجا چه گذشته و چه کسانی صدمه دیدند. ماموران ویژه قدم به داخل ساختمان گذاشتند. هنوز معلوم نبود که مرد گروگانگیر پس از انفجار چه نقشه دیگری دارد. در حالی که تک تیراندازها از پشت بام ساختمان‌های مجاور محل حادثه را به دقت زیر نظر گرفته بودند، ماموران با احتیاط زیادی وارد آنجا شدند. در این لحظه بود که ناگهان مرد گروگانگیر نارنجکی را به سوی ماموران پرتاب کرد. به خوشبختانه با عکس‌العمل سریع یکی از ماموران به کسی آسیبی نرسید. پرتاب دومی نارنجک توسط مرد گروگانگیر نشان می‌داد که او ممکن است دست به هر کاری بزند. و همین دلیل ماموران با احتیاط بیشتری عملیات را ادامه دادند. اما لحظاتی بعد از سزای شلیک یک گلوله، دیگر خبری از مرد گروگانگیر به گوش نرسید و زمانی که ماموران از طریق پنجره بیرونی ساختمان توانستند وارد آنجا شوند، معلوم شد که مرد گروگانگیر دست به خودکشی زده است. آنجا بود که مشخص شد با پرتاب نارنجک از سوی وی، 3 نفر از کارمندان که 2 نفر از آنها زن و 3 نفر مرد و فرزند معاون سیاسی سابق استانداری ایلام بود، جان خود را از دست دادند. همچنین 7 نفر دیگر در این حادثه مجروح شده بودند که به مراکز درمانی منتقل و 3 نفر دیگر که در یکی از اتاقها حبس شده بودند نیز آزاد شدند. در حالی که دقایقی بعد از پایان این گروگانگیری خونین با حضور بازپرس جنایی و ماموران ویژه تحقیقات در محل حادثه ادامه داشت، از بیمارستان خبر رسید که یکی از مجروحان حادثه که دچار جراحت شدیدی شده بود روی تخت بیمارستان جانش را از دست داده بود. به این ترتیب شمار قربانیان این حادثه با در نظر گرفتن مرد گروگانگیر به 5 نفر افزایش یافت. به دنبال وقوع این حادثه، رئیس کل دادگستری استان ایلام جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو کرد و از تشکیل پرونده‌های قضایی در این خصوص خبر داد. رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت فرد مهاجم که از کارمندان اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بود، با انگیزه شخصی و با 2 قبضه نارنجک و 1 قبضه سلاح گرم که در کیسه برنج پنهان کرده بود، وارد اداره اموال بنیاد مستضعفان شد. به ادامه داد این فرد با شلیک گلوله کارمندان را به طبقه دوم اداره هدایت به 1 نارنجک را به محوطه پرتاب کرد. این انفجار منجر به فوت 3 نفر از کارمندان در محل حادثه و 1 نفر در بیمارستان شد و در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه خود را از پای درآورد. همچنین فرمانده انتظامی استان ایلام که از همان لحظات اولیه در محل حادثه حضور داشت، درباره انگیزه این مرد از گروگانگیری گفت این فرد به دلیل مشکلات شخصی وارد این اداره شد، اقدام به گروگانگیری و در نهایت تیراندازی به سمت عوامل این اداره کرد.